کسایی که روزگارشان تنگ می شود و یا هم بیماری های عجیب آید حالش می شود و یا هم فقر و فاقه و وزیتا و مصیبت ها به دلائل مصیبتی که می آیا می خود را بکشن از آدرس ترتیب پیامبرم چی حکم دارد عزیزان من؟ نخست پرسوش یک جزیه می دهم که آیا کافر میشه یا نمیش هران کس که خود را قتل کرده کافر میشه یا خیر محققان امت اسلامی نظر به اصول تخصص تنقیه کرده اند اگر عقیده و باور داشته باشد که این عملش حلال و درست است به نام مستحل میگن او در صورتی که این عملیه را درست و حلال میداند به اساس مشکلات روزگار و مصیبت ها خود میکشه بدون شک کافر میشود زیرا الایمان لا یخرج الا من حیث یدخل ایمان از آدرسی که داخل شده بیرون میش داخل شده بود که قتل مسلمان قتل خود ما بدون مجوز شرعی حرام است هرگاه که ما عقیده کردیم که حلال است این کار کردن از یک حکم الهی نیز کفر است الاسلام قضیه واحده اسلام یک قضیه واحد است 99 درصدش را قبول کنند یک درصد را صد تقسیم کنند از آن هم 99 را قبول کنند یک را هم قبول نکنن کافر می شوند اما در صورتی که عقیده و باور به حلال بودنش ندارد به اساس بحس، بحس، هوا و هوس و عدم صبر و عدم تحمل خودمی می کشن، کافر نمی شوند اما مرتکب گناهی کبیره و فاسقان و دو سوال دیگر آیا در قیامت عذاب می شوند یا خیر و یا جنازیش درست است یا خیر متعلق به جنازیشان جناب ابن الهمام الله اعلم که برداشت امام ابو یوسف بوده باشه الله رحم کنه که خطا نشده باشم متخصصان اگر بشن مرا معاف کنن والله هم قول ابو یوسف بوده باش گفته باشند که جنازش هم صحیح نیست اما تحقیق علمی امین است از آدرس حدیث مسلم و احادیث دیگر که جنازیشان درست است اگر پیامبرم نخوانده باشد خیره مثلی که جنازه قرضدار را نخواند دیگرایشان بخوانه بنا ان قول فیصل در جنازه است امامان و زعیم کشور آنانی که رئیس و زعیم کشور هست او جنازه خودکش را نخانه باقی, باقی آمه مردم علمای عزیز دروازه برویشان باز است که جنازه را بخوانند. باقی سوال دیگری که در قسمت مشکل اخیرتش است پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در روایت امام مسلم رحمت الله علیه باشد و الله علم در دیگر روایت شش کتاب است و یک جمله یادم است من قتل نفسه تین عذب عليه في نار جهنم، الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم هرك النفس خضر با أهان یا در یک جای دیگه جای کسی زهر میخوره کسی القاویز میکنه کسی به آلی جاریه و مرمی خود میکشه به هر ذریعه که کسی خود را میکشد در جهنم به اونمو ذریعه عذاب میشود یعنی اونمو رقم زهر داده میشه کشته میشه تکرار میشه امو رقم حلقه میشه کشته میشه تکرار میشه تا جایی که اراده و مشیت الله را بلیزت تغییر کنه لذا جزای خودکشی همین بود که من خدمتتان بیان کردم اما آخر جمله ها و توصیه من به نسل جوان و به خواهران و به مادران امت اسلامی همین است که در 20 سال و بیشتر از دو دهه موارد خودکشی خیلی ارقام و گراف بالایی دارد و امیدوار استم که این پدیده منفی دیگر تکرار نشود پیامم به تمام خواهران و برادرانم این است این درس را از هندوها از آن کفاری که در صفحه های مجازی و در صفحه های تلویزیون بالای کسی عاشق شدن و موفق نشدن خود خودکشی کردن با یک توصیه زیبای پدرانشان و دختران و پسران خود خودکشی کردند با کسی رابطه داشتن و با کسی دیگر ازدواج کرد خودکشی کردن یا از آدرس های مختلف پیام من این است که این راه نجات شما نیست ا اسلام عزیز ترتیب و دل دارد دو دل یک دل نمی شود نمی شود کار به دل و آرمان و ما بوده باشد زیرا لیسه بهامنیکم ولا امانی اهل الکتاب دین به آرمانها و دل شما و علی کتاب نیست ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون دنبال خواهشات نادان یهود نصارا نروید این خودکشی را از ایشان درس نگیرید اسلام به عزت و حیات و زندگی من و شما سخت احترام و ارج قائل است